درود بر شما هموطنان گرامی. یه ویدیو هست من بعد از این میذارم و میخوام جواب این فرد رو بدم. گویا فردی است به نام فرشاد توماج، توی گوتنبورگ سوئد زندگی میکنه و با جمهوری اسلامی هم در ارتباطه. حرفاشو میذارم و تیکه تیکه به این جواب میدم. ببین، این کشوری که من زندگی میکنم سوئد، کشوری که توزیع ثروت خوبی داره، ثروتمندم هست، ولی خب به این خاطره که بخش بزرگی از ثروت مردم بابت مالیات میره. من اینجا نصف پولی که در میارم رو مالیات میدم مستقیم، غیر از مالیات های غیر مستقیم فراوانیه که من میدم. اینجا میگه 50% مستقیم مالیات میدم. دروغ میگه. مالیات بین 20 تا 30 درصد بستگی به حقوقت داره و وقتی از 40,000 کرون بیشتر میشه، اون قسمت که از 40,000 کرون بیشتر میشه 50%، که فکر نمی‌کنم موقعی اصلا به 40,000 تا برسه. دوستانی که بیان حساب کتاب میکنن که ما 400 کار کردیم، انقدر پول درآوردیم، انقدر خرید کردیم، یه بخش دروغ میگن. درسته شما ممکنه داخل خیلی کشورها استاندارد پول درآورده ساعتی 8 دلار باشه، ولی اینو نمیگن که شما پولی که دستتون نمیدن، که اون اصلا دستتون بدن مالیاتش از شما میگیرن. نصف اون پول مالیاته، یعنی نصفش همونجا ریخته. تو میگی 30%، من اصلا میگم 100%ش مالیات میده. ولی هر فردی که کار میکنه تو این کشور فرق نمیکنه چه کاری باشه، از رانندگی تاکسی، رانندگی اتوبوس، توی پیتزریا، نمیدونم نظافت، تا بره هر شغلی که به نظرتون برسه، هر فردی که کار میکنه از یک زندگی و استاندارد نرمال برخورداره. اینو تو ذهنتون باشه، یعنی به محضی که شما شروع میکنید کار کردن، زندگیتون میاد به سطح نرمال میرسه. تمام. حالا شما اصلا 100% مالیات میدید، من میگه 50%، میگم 100%. خوبه؟ ولی شما این رو هم باید بگین که اینجا بنده بابت یه خانواده 4 نفر معمولی ماهی 1600 کرون 160 یورو پول برق میدم فقط. من غیر از اون پول آب نزدیک 700 کرون 70 یورو پول آب گرم میدم. این شما 70 یورو با 160 جمع کنید 230 یورو. اینو تبدیل کن به ریال، چه پول عجیبی میشه. حالا راجع به خونه، اینجا شما 15% پول یه خونه رو داشته باش، میتونی خونه رو با وام بلند مدت خیلی راحت بخری. خب اصلا نداشته باش، تو 19 سالت شده، خب بگی آقا من پیشی با وام زندگی نمی کنم، آقا هم جدا زندگی کنم، دولت موظفه برای تو یه جا فراهم کنه. اگر هم اهل کار باشی که کار برات هست و که خود میتونی از زندگی تو فراهم بدی، اینو نمیگه. و شما خونه هم که اجاره میکنی مبله است، مبله که نه، یعنی یخچال و گاز و ماشین لباس شوی اینا داره، حتی هم نداشته باشه بعضی از آپارتمان ها جایگاه برای شستشوی لباس دارن. شما یه کمی وسایل آشپزخونه و میز آشپزخونه و یه تخت خواب اینا بذارید، دیگه تمومه، میتونی راحت زندگی تو شروع کنی، چه تنهایی چه با کسی دیگه. این شارلاتان بازیه که یه گوشه رو ببینی بقیه شو نبینی. یا اینکه من موقعی از محیط شهری وقتی ماشین رو میبرم تو شهر بیرونم، نزدیک ماهی 700 کرون 70 یورو استفاده از محیط شهری میدم. شما 4 میلیون تومان من ماهی که پول برق میدم، این پول مالیات. این هم یه شارلاتان بازی دیگه، میگه نمیدونم ماشینی که میبرم ماهی 700 کرون هزینه میدم برای استفاده از فضای شهری. همچی چیزی نیست که ماهی 700 کرون میدی. بله مالیات ماشین هست سالانه، بستگی به نوع ماشین داره که میدی، اونجا هم که میری هزینه پارکینگ رو میدی هر جا پارک میکنی. این دروغ میگه. ولی یه چیزی دیگه نمیگه که بهترین ماشین رو هر کس که یه کار معمولی داشته باشه بهترین ماشین رو میتونه بخره با اقساط بلند مدت، یا اگرم نه ماشین ارزون میخواد بخره. خود من آقا یه ماشینی خریدم 3 سال پیش، یه فیاته 10,000 کرون. 10,000 کرون یعنی اینجا حداقل دستمزد یک کارگر، حداقل دستمزد 12,000 کرونه، 11,000 کرون، 12,000 کرونه. با 10,000 کرون که کمترین حقوق یک ماه یک نفر هست، من یه دونه فیات خریدم، 3 سال دارم باش رانندگی میکنم، 10-15 نفرم باش تعلیم رانندگی دادم. حالا قیمت ماشین اینجا رو با ایران مقایسه نمیکنه،
میگه که من پول فجعه عمومی میدم، بعد یه دفعه وسطش میگه ما 4 میلیون پول برق میدم. اینم شارلاتان بازیه. شما داخل ایران نمیدین و من اینجا میدم. من هدفم این نیست بگم داخل ایران بس، نه، ایرانی ها تحت فشارن، یک سری اصلا داخل غرب به ایران حمله میکنن به خاطر وضعیت مالی و توجه نمیکنن که بخش بزرگی از این فشار مالی ناشی از همون دولت های غربی که تحریم کردن. بله، دولت غربی اومده گفته آقا پراید قاتل رو بچپون به ملت خودت به قیمت بنز و بی ام و. دولت غربی اومده، فکر نکنین کار مسئول خود جمهوری اسلامیه، نه، فشار دولت غربیه. سخنان یک انسان شارلاتان اینجا مشخص میشه. بازم جواب دارم براش. اون اعدادی که داخل کشور بخاطر زندگی نرمال تحویل مردم داخل میدن دروغ محضه. نوشت افزار آن زبان بسته باربر تقدیم به آدم دروغو. من داخل این کشور انجینیرم، از میانگین مردم وضع مالی به درآمد مالی بهتری دارم، ولی به شما میگم که من امکان رو ندارم که هر دو هفته یک بارم با خانومدم برم بیرون یه رستوران غذا بخورم، واقعا ندارم. این هم یه شارلاتان بازی دیگه، یه دروغ دیگه. من اینو بهتون بگم، اکثر این سوئدیا اونایی که کار میکنن هر زور بیرون میان رستوران غذا میخورن، با خودشون کم غذا از خونه میارن، چون زناشون هم کار میکنن دیگه، شب هم که میرن خونه خسته هستن دیگه، برای فردا غذا نمیپزن، یعنی هر روز تقریبا میرن بیرون رستوران غذا میخورن خودشون. اگر هم با خانوادشون بخوام برن راحت میتونن برن. چرت میگه، این هم داره دروغ میگه. به این خاطر که ما بخش بزرگی از هزینه های جانبی داریم. مسئله دوم که مسئله خیلی وحشتناکتری اینه که من اینجا ایرانی موفق کم ندیدم، ولی در کنار ما یک جمعیت بزرگتر از ایرانیایی هستند که با یک سرابی از ایران اومدن، با پناهندگی، با سرمایه گذاری یا با اهداف دیگه، و اینجا بسیار زندگی ناموفقی دارن، حتی تو سوئدی که بسیار ثروتمنده و حتی تو سوئدی که توزیع ثروت خوبی داره. ما تعداد زیادی ایرانی اینجا داریم که تو این بهترین حالت دنیا هم بعد از 20 سال یه دونه شماره حساب نمیتونن باز بکنن، یه پول پارکینگ نمیتونن بدن، یه نفر نتونه حساب باز کنه زندگی نمیتونه بکنه. ما ایرانی اینجا داریم که به این خاطر امکان زندگی نرمال رو نداره، یه موبایل نمیتونه بخره، موبایل باید آشنا واسش بخره، یک کارت نمیتونه بگیره که خرید آنلاین، اصلا یه چنین چیزی امکان نداره واسش. این هم یه دونه دیگه از پدرسوختگی ها و دروغاش، اصلا توهین به ایرانی. مثلا طرف 20 سال اینجا باشه نتونه کارت بکشه، میگه ایرانی موفق زیاد داریم، ایرانی ناموفق هم کم نداریم. ببین، من خودم بارها گفتم که حتی یه ویدیو هم گذاشتم در این زمینه که فکر نکنید هر کس اومد موفقه، آدمای ناموفق هم زیاد داریم، افراد بیمار هم زیاد داریم، معتاد هم زیاد داریم، ولی درصدش در مقایسه با افرادی که زندگی نرمال دارن خیلی زیاد نیست، هستن ولی خیلی زیاد نیست. اون کسی که 20 سال اومده اینجا زبان اینجا رو یاد نگرفته و بلد نیست یه حساب برای خودش باز کنه، یه موبایل بخره، اول که یک در صد هزار شما حساب کنه خیلی کمه، و اون خیلی آدم پخمه‌ای بوده. اون کسی که با هزار یک مشکل میاد قدر اینجا رو میدونه، کسی که با سختی میاد قدر اینجا رو میدونه و درسشو میخونه، یه دوره میره یه شغلی یاد میگیره میره سر کار. اینجا شما یه دوره 6 ماهه کاری بعضی موقع براتون میذارن، کار یاد میگیرید، یا یه دوره ایرکس آکادمی دوره کاری میرید 2 سال حالت دانشگاه کاری کار میگیرید، کارم گرفتی زندگی میچرخه، زمانو بهت پول میدن تا یاد بگیری، یعنی اون زمانی داره که داری درس میخونی پول بهت میدن که زبان یاد بگیری. خب کسی بی عرضه باشه زبان یاد نگیره، خب حقش از حقش زندگی بکنه، چه برسه که بخواد کار دیگه رو انجام بده. درصد بسیار کمه. ایرانی ها خیلی خوب زبان یاد میگیرن اینجا، اکثرا خوب زبان یاد میگیرن. آدم ناموفق کم نداریم، خود من خودم رو ناموفق میدونم، اینو بهتون بگم، ولی اینم دیگه خیلی شارلاتان بازی، خیلی فلفل نمکش کرده بیش از حد. حالا بازم حرف دارم، اینا پا میشن یک هزینه وحشتناکی میدن توی یک مسیر پرمخاطره خطرناک قرار میگیرن،
پیاده سوار قاچاقی میاد کشونشن به یه اردوگاهی که 4 سال بچه تو جل تو چادر زندگی میکنه، امکان مدرسه رفتن نداره. توف بر پدر مادر آدم دروغگو، ای توف بر پدر مادر آدم دروغگو، ای توف بر پدر مادر آدم دروغگو. آقا توی این سوئد که این داره میگه، یک بچه حق داره از تمام امکانات استفاده کنه. میبرنش مدرسه، مدرسه میتونه بره، تو مدرسه بهش دفتر و قلم و خودکار میدن، غذا هم بهش میدن و سعی میکنن تمام امکانات رو براش فراهم کنن. حتی کلاس فوق‌العاده میذارن که زبان سوئدی زودتر یاد بگیره، بیاد بشینه سر کلاس. این شارلاتان بازیه، این دروغه. یعنی هر کسی با جمهوری اسلامی داره کار میکنه یه جوش میلنگه. بازم حرف دارم، امکانی درمانگاه رفتن نداره. یعنی یک شرایط ظالمانه، یک شرایط جنایتبار، بخشی از جنایت نتیجه خودخواهی والدینه، ولی بخش بزرگش نتیجه تبلیغات دروغین. من در مورد سری اردوگاه ها توی شرق اروپا صحبت میکنم که تو دمای منفی 20 درجه تو یک کانکس فلزی بدون بخاری زندگی میکنن. یعنی یک شرایط حیوانی. ببینید اینو من میگم، دوستان میخندن. برای این حرف سند داری؟ کجا؟ کدوم کشور؟ توی کشور سوئد کسانی که به عنوان پناهنده میان توی روستاهایی در بین همون سوئدیا بهشون خونه میدن تا زمانی که پناهندگیشون پذیرفته بشه. یعنی اون خونه که سوئدیا زندگی میکنن پناهنده هم زندگی میکنن، در همین حده. تو سوئد جوریه، جوی دیگه اگه میگه سند بیار. آخا عدد عظیمی داخل امریکا به خاطر سرماخوردگی میمیرن تا حالا قبل این بحث کرونا. میدونی چه اتفاق میفته؟ شما ممکن آنفولانزای شدید بگیرین، آنفولانزای شدید میگیرین، تو اکثر مواقع نمیرین بیمارستان چون هزینه درمانشون کمر شما رو خورد میکنه. یعنی آدم با درآمد متوسط، نه درآمد پایین، نه بی درآمد، امکان رفتن تو بیمارستان نداره. این کسی که زندگی که هشتگ نرمال رو میزنن، هدفشون این نیست که بیان استاندارد زندگی مردم یادآوری کنن. هدفشون تقریبا همون بخش آسیب کردن مردمه، عصبانی کردن مردم بر اساس سیاسی دروغ. زد آخری سر و کله رو، از سوئد رفت آمریکا. حالا چقدر راست میگه اینکه فرد باز درآمد متوسط نمیتونه تو آمریکا بیمارستان دکتر بره؟ بحثش جداست، داره دروغ میگه. کسی که تو آمریکا هستن به این جواب بدن، به این شارلاتان. اما تو سوئدی که همین این آقای گیسیان، ارشاد گیسی، همکار جمهوری اسلامی، اولش داشت مینالید من مالیات میدم، هزینه‌های درمان مجانیه. عمو دولی، اون مالیات که تو میدی برای اینه اگه مریض شدی عمل خیلی شدید هم داری، میری بیمارستان عمل میکنی، میای بیرون مجانی. بله، زندگی نرمال اینه. هموطن عزیز، هموطنی که تو خارج از کشور زندگی میکنی، این مکی مورو جمهوری اسلامی وقتی میان وراجی میکنن، اینا باید توپوزی بخورن، بزن تو دهنش مثل من. هر کدومش توپوز بیا بزن تو دهن کنش، داره وراجی میکنه چرت و پرت میگه، دروغ تحویل ملت ایران میده، بزن تو پوزش تا آدم بشه دیگه، بقیه شون جرات نکنه بشن چرت و پرت.